یه خاطره واسط بگم. همیشه فکر میکردم که خیلی باهوش، عاقل و شکست ناپذیر هستم. به خودم مغرور شده بودم و شکست برایم مفهومی نداشت. غافل از اینکه همیشه آنطور که فکر میکنی عاقل نیستی و کارها همیشه به یک صورت و به خوبی پیش نمیرود، مگر اینکه ششتانگ حواست رو جمع کنی و همه جوانب امر را در نظر بگیری. از آنجا که دلم میخواست درآمد بیشتری داشته باشم، بعد از کارم در یک شرکت به عنوان فروشنده جاروبرقی شغل ویزیتوری داشتم و باید برای معرفی این کالا آن را به دم در منازل می بردم و طرز کارش را هر طور شده به مردم نشان می دادم. از آنجا که به من یاد داده بودن در این شغل باید سمج و پر رو بود، منم تصمیم گرفتم که اینطور باشم. یک روز در خانه ای را زدم. پیرمردی بد اخلاق در رو به رویم باز کرد و من طبق معمول با لبخندی سلام و احوالپرسی کردم که البته جوابی هم نشنیدم. بعد گفتم که میخواهم شما را با طرز کار این جاروبرقی جدید آشنا کنم. پیرمرد با بی‌حوصلگی و عصبانیت هر چه تمام‌تر به من گفت که از جلوی چشمم دور شو، چون من پولی برای خرید جاروبرقی ندارم، و سعی کرد که در خانه را به روی من ببندد. که من یک دفعه پایم را جلوی در گذاشتم و گفتم خب برای امتحان کردنش که لازم نیست پول بپردازید. همینطور که این جمله را گفتم، یک کیسه محتوای آشغال گل و خاک رو روی فرش جلوی در خونه‌اش ریختم تا برای جمع کردن آنها او را در مقابل عمل انجام شده قرار دهم، که ناگهان با قیافه وحشت‌زده پیرمرد مواجه شدم که از شدت عصبانیت عضلات صورتش می‌لرزید. فوراً برای آنکه او را آرام کنم گفتم اصلا نگران نباشید آقا، من الان در یک چشم هم زدن در کمترین زمانی که فکرش رو میکنید همه این آشغال‌ها را با این جاروبرقی جدید و بی‌نظیر شرکتمان جمع می‌کنم، طوری که کوچکترین اثری از اون باقی نمونه. پیرمرد با همون لحن وحشتناک جواب داد و اگر نتونی این کارو بکنی چی؟ و من با اعتماد به نفس کامل گفتم اگر این جاروبرقی نتواند این کارو بکند، به شما قول میدم که تمام این آشغال‌ها رو خودم قورت بدم. پیرمرد در حالی که فریاد میزد گفت پس امیدوارم که اشتهای خوبی داشته باشی، چون امروز از صبح برق خانه من قطع شده و از شب هم برق نداری. نتیجه قبل از انجام هر کاری به عواقبش خوب فکر کنید.